سرخط خبرها عکسی از کمپین افغانها در ایران که بحث برانگیز شد واکنش پلیس به ویدیوی بحث برانگیز بی, بی سی از اذیت و آزار افغان در ایران استخدام 600 آموزگار افغان در آموزش و پرورش کشور ایران بازداشت مهاجران غیرقانونی در ایران شهر سلام همراهان همیشه یک کانال تلویزیون اینترنتی افغانستان و سرویس خبری امروز سه شهریور یا سه سنبوله خوش آمدید. لطفا این ویدیو را لایک کنید همچنین کانال خودتان را سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله را فشار دهید تا از تازه های آلمان و جهان با خبر باشید. مشروع اخبار عکسی از کمپین افغان ها در ایران که بحث برانگیز شد در این کانال نوشته شده که افغان ها در ایران مهمان نیستند مهمان از جیب صاحب خانه میخورن در حالی که ما نان بازی خودمان را میخوریم حالا میگن مهمانی تمام شده برگردید چه مهمانی ما خودمان کمک کردیم که ایران بعد از جنگ بازسازی شد بدون بیمه و مزایا کارگری کردیم حالا که ایران آباد شد ما شدیم آخ این سایت خبری همچنان می نویسد که ورود مهاجران غیرقانونی به ایران به یکی از مسائل و موزلات مهم ایران تبدیل شده است واکنش پلیس و ویدیوی بحث برانگیز BBC بی بی از اذیت آزار افغان ها در ایران. پخش ویدیویی از بی بی سی فارسی و یک ادعا درباره اذیت و آزار افغانها در ساختمان گذرنامه در ورامین بحث برانگیز شده است اما با پخش تصاویر بیرون و داخل این ساختمان اظهارات افغانها و رئیس اداره گذرنامه ورامین این ادعا را رد کرد در ویدیو جدید مشخص است که اساسا ورودی ساختمان گذرنامه ورامین متفاوت است و افغان ها در مصاحبه ها و با دیدن ویدیوی بی بی سی معتقد هستند که صدای مهاجر افغانستانی نیست و صدا سازی صورت گرفته است. همچنین رئیس گذرنامه ورامین بر خدماتی بودن این اداره تاکید کرد. خود مورد فرمودید که شکل فیزیکی ساختمان پلیس مهاجر و گذرنامه به که در دوم فعالیت داریم و ورودیش جداست و هیچ بیرون استخدام 600 آموزگار افغان در آموزش و پرورش کشور ایران معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادعای استخدام 600 آموزگار دوره ابتدایی از میان افغانها را تکذیب کرد. همین تعریفی حسینی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ادعای استخدام 600 نفر از شهروندان افغانستان به عنوان آموزگار ابتدایی در مدارس کشور گفت این مطلب صحت ندارد و آن را تکذیب کنیم. بنده در هیچ مکانی چنین صحبت‌هایی را مطرح نکردم و افزود استخدام معلم برای مدارس کشور قواید خاص خود را دارد از جمله داشتن تابعیت ایران به هیچ عنوان موضوع استخدام افغانستانی ها به عنوان معلم مطرح نبوده و نیست در این خبر آمده است در حال هماهنگی با سازمان استخدامی کشور جهت صدور مجوز جذب برای 600 نفر از افغانها در آینده نزدیک هستیم برنامه های مناسبی هم برای بکارگیری تعدادی از دیگر از افغان ها به عنوان سرایدار یا نیروی خدماتی در دست بررسی است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. بازداشت مهاجران غیرقانونی در ایران شهر رئیس اداره سمت شهرستان ایران شهر در شهر زاهدان از بازداشت 21 مهاجر غیرقانونی خبر داد. رئیس اداره سمت ایران شهر گفت تای انجام گشت مشترک نظارتی بر واحدهای های سنفی شهرستان ایران شهر دو واحد سنفی با تخلف بکارگیری مهاجران غیرقانونی پلومب و 21 نفر از مهاجران توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. مرادی افزود در ادامه نظارت بر واحدهای سنفی به جهت عدم بکارگیری مهاجران غیرقانونی گشت مشترک نظارتی از واحدهای سنفی شهرستان ایران شهر انجام پذیرفت. وی افزود در جریان بازرسی های انجام شده تعداد دو واحد سنفی با تخلف به کارگیری مهاجران غیرقانونی با دستور مقام قضایی پلومب شدند و تعداد 21 نفر از مهاجران غیرقانونی نیز توسط عوامل نیروی انتظامی دستگیر شدند. رئیس اداره سمت شهرستان ایران شهر در پایان به مدیران واحدهای سنفی و اقتصادی در شهرستان هشدار داد از بکارگیری مهاجران غیرقانونی استفاده نکنند در غیر این صورت برابر قانون و با دستور مقام قضایی مجرم شناخته خواهند شد. شناسایی 45 هزار طبعه غیر مجاز در استان البرز که کرج، فردیس و اشتهار در آن استان است. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در استان البرز حدود 300 هزار تبه افغانستانی داریم گفت همه این اتبا غیر مجاز نیستند. اما به هر حال تایی یک سال و نیم اخیر حدود 45 هزار نفر که به صورت غیر مجاز در البرز سکونت داشتند شناسایی و بازگشت داده شدند. علی رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار ایسنا در البرز اظهار کرد بین 7 تا 8 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند و این اتبا حدود 10 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. دولت مکلف شده امسال با راه سازمان ملی اقامت و مهاجرت این جمعیت را ساماندهی کند. و افزود یکی از مشکلات ما در موضوع اطبای خارجی این است که آمار درست از تعداد اطبای افغانستانی حاضر در ایران وجود ندارد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهار در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد تا کنون آمار مختلفی در مورد تعداد اتباع افغانستانی حاضر در ایران ارائه شده است و این رقم از 4 میلیون تا دوازده میلیون نفر عنوان می شود. عباسی ادامه داد به هر حال می توان گفت که بین 7 تا 8 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند و این یعنی حدود 10 درصد از جمعیت ایران را اتباع تشکیل دادند. و با بیان با اینکه ایران برای اسبای افغانستانی مزیت هایی دارد که سبب شده از جمعیت آنها به این تعداد برسد تصریح کرد یکی از این مزیت ها عرضه ترجیحی بود که تا سال 1400 به کالاهای اساسی اختصاص می و سبب شده بود سالانه حدود چهل هزار میلیارد تومان از محل یارانه کالاهای اساسی از جمله روغن، گوشت و مرغ برای اطبای افغانستانی صرف شود. نماینده مردم کرج فردیس و اشتهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد تای سالهای گذشته مراقبه صورت نگرفته و قانون درستی نیز برای ساماندهی این وضعیت وجود نداشته است. یک سری مشاغل در کشور وجود دارد که تنها اتبا آن هم با دستمزد پایین حاضر به انجامان هستند و مجموعه این شرایط چنین وضعیتی را به وجود آورده است. عباسی با اشاره به اقدامات مجلس برای ساماندهی اتباع خارجی گفت مجلس دولت را مکلف کرده است تا با راه سازمان ملی مهاجرت و اقامت وضعیت کنونی را ساماندهی کند. این سازمان باید اطباع خارجی را در قالب 700 ویزا از جمله تحصیل و کار دسته بندی کند. وی گفت در چارچوب سازمان ملی اقامت و مهاجرت انواع مشاغل مورد نیاز در سراسر کشور مشخص شده است و بر مبنای آن نیروی کار خارجی پذیرش خواهد شد تا از ورود غیرقانونی اتباع جلوگیری شود مجلس نیز با این قانون به وظیفه خود در خصوص ساماندهی اتباع عمل کرده است نماینده مردم کرج فردیس و اشتهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در استان البرز حدود 300 هزار طبعی افغانستانی داریم اضافه کرد همه این غیر غیرمجاز نیستند اما به هر حال طی یک سال و نیم اخیر حدود 45 هزار نفر که به صورت غیر مجاز در البرز سکونت داشتند شناسایی و بازگشت داده شدند. از اینکه در این سرویس خبری با ما همراه بودید جهانی سپاس.